با مسابقه بزرگ ستاره ساز مهمون خونه هاتون هستین. از این قسمت قراره که گروه ها با همدیگه رقابت کنن. اولین بازی رو تیم آبی در مقابل قرمز برگزار میکنه. ترکیب آبی طه بهرادفر، ابوالفضل احمدی، ابوالفضل گرجیان و مهدی نظریه. ترکیب قرمز هم محمدرضا بزگوش. اولین حرکت آبی ها و ضربه پای چپه طه بهرادفر تو درون دروازه حسین علیپور قرار گرفت. ترکیب قرمز و محمدرضا بزگوش، امیرحسین کشوری، حامد داجویان و امیر وفازاده تشکیل میدن. دروازه‌بانشون هم حسین علیپور. تو قومی حرکت و کار خوبه بازیکنان آبی و بهرادفر که موفق بشه دومین گل رو هم به ثمر برسون. باید از بازیکنان کنار خط هم استفاده بکنم. بازیکنان پاس به مقابل دروازه، واکنش خوب حسین علیپور، اجازه گلزنی رو نداد. حالا این سمت قرمز ها دو در مقابل یک در مقابل دروازه. گل اول برای تیم قرمز، نتیجه رو دو بر یک میکنه. یه همکاری خوب بین وفازاده و کشوری که خط شد به گل اول برای قرمز ها. سوت پایان نیمه اول هم به صدا در میاد. یه اشتباه بزگوش داشت. بزگوش نمیخواد اونجا فاصله رو زیاد کنی. بی هدف هم نده، پاس هدف من بده، یعنی چی؟ تو مسیر بازیکنت بده. شما از اینجا پاس بدید تای زمین، یار اونجاست، مگه میرسه بره دورو بزنه؟ پس یکی فاصله، یکی نزدیک، که اگه اینو داد یار بیاد اضافه شه. بعد مالکیت دارید، بدید بگیرید. بعد موقعیت گل دارید دیگه، چرا پاس میدید؟ ضربه به گل بزنید. با سوت آقای امجدی کار در نیمه دوم آغاز شد و قرمزها توپ رو به جریان بازی میارن. اونجا حامد داجویان سه ضربه توپ زد و خطاش گرفته شد. توپ در اختیار بازیکن آبی، پاس رو به جلوی گرجیان برای طه بهرادفر، استاپ مقابل دروازه علیپور، پرتاب دستش انجام میده. کشوری در از حرکت میکنه در میان این زمین، توپ در اختیار دارن. یه شوکو به توپ داد وفازاده، پاسش برای داجویان، پاس در از موقعیت برای بازیکنان قرمز، ضربه پای راست کشوری و واکنش خوب سپهر بهرام، اجازه گلزنی رو نداد. وفازاده باز هم صاحب توپه. به دوباره رد شدن از صد نظریه، دومین بازیکن هم در عرض حرکت میکنه و جا میذاره خودش، یه تنه میره و گل دوم رو برای تیم قرمز به ثمر میرسونه. نتیجه رو 2-2 مساوی کرد. آقا وحید شمسایی مدام داره صحبت میکنه، کنار خط، توپ به بیرون رفته، توپ به بیرون رفته و قرمزا توپ رو در اختیار داره. امیرحسین کشوری، پاسش برای داجویان، یک کنترل، پاس بعدی رو باید بده، سریع باید تصمیم بگیره. داجویان این اتفاق نمیفته و آبی ها توپ رو در اختیار دارن و گرجیان توپ رو به بیرون زد. مربیان با هرس و جوش ها و تعصب خاص خودشون کنار زمین معترضن به تصمیم داور و در هر حال کار داره ادامه پیدا میکنه. ضربه پای راست نظری رو برمیگردونه علیپور، وفازاده بدن رو سکون میکنه، از بازیکن رد شد ولی توپش به بیرون از زمین میره. سپر بهرامی کوتاه برای گرجیان، به استقبال شفته اونجا کشوری، خطاش اعلام شد، خطایی که برای نظری اعلام شد، بسخواهی میکنم برای گرجیان اعلام شد. نظری پاسی رو به جلوش در مقابل دروازه، اجازه زدن ضربه نداد. کشوری دومی بازیکن هم رد کرده و تعدادش رو از دست داد. خطا اعلام که نه، سوت پایان بازی به صدا در میاد. نتیجه بازی هم 2-2 مساوی. بازی فقط یک در مقابل یک و دریبل زدن نیست. من اگر الان حق امضا داشته باشم واسه بیرون صفر میدم. بریم. سی تا اینا دادن رفتن. سی بار این با بدن شیکون موقعیت داشت. سی بار. نه
ترجیحتون. اگه میخواید 50-50 کنید به موافق باشه، اگه میخواید یه طرف رو بخوابید ترجیحتون به موافقه باشه، یا مثلا یه الان راست پاه ترجیحتون به این ور باشه، بمون تا آخرین لحظه، ولی آخرین لحظه این ور، یا اگه چپ پا بود این ور، مگر اینکه مطمئنی چپ پا این ور نمیزنه میچرخونه، فهمیدی؟ حواستون باشه. خب نتیجه بازی 2-2 مساوی شده، کار در ضربات پنالتی باید دنبال بشه و بازیکنان دو تا فرصت ضربه پنالتی دارن تا بتونن تیم برنده مشخص بشه. اولین ضربه پنالتی رو آبی ها توسط طه بهرادفر خواهند زد، مسافش با حسین علی پور، ضربه بغل پای راستش رفت و به گوشه دروازه رسید و نتیجه رو فعلا در ضربات پنالتی 1-0 میکنه طه بهرادفر. اولین ضربه پنالتی برای قرمز ها، امیر وفازاده، مسافش با سپهر بهرامی، وفازاده‌ای که بازی خوبی را از خودش نشون داد در جریان بازی، دوخیده سوت داور، حرکتش به سمت توپ و توپ رو به طاق دروازه زد، نتیجه رو 1-1 مساوی میکنه وفازاده. در ضربات پنالتی هم فعلا مساوی هم دو تیم. دومین ضربه پنالتی برای آبی ها رو ابوالفضل احمدی میزن، دوخیز ابوالفضل احمدی، مسافش با حسین علیپور، با پای چپ میزنه و یه واکنش فوق‌العاده از حسین علیپور، گرفت ضربه پنالتی ابوالفضل احمدی رو. قرمز ها فرصت دارن که بازی رو با برد پشت سر بگذارن، این ضربه امیر حسین کشوری اگه گل بشه کار تمومه. دورخیزه ضربه پای راستش خلاف جهت، توپ و دروازه‌بان رو به دو سوی متفاوت برساند، نتیجه رو 2-1 کرد از ضربات پنالتی و این تیم قرمزه که موفق میشه تیم آبی رو در ضربات پنالتی شکست بده. بازی گروهی ما بازی خوبی بود ولی اشتباه کردیم دیگه، ما مثلا فکر نمی کردیم که هر نیمه باید دو نفر بازی کنن، فکر می کردیم مثلا توی دو نیمه دو نفر مثلا من و ابوالفضل می تونیم دوباره بازی کنیم. به نظرم البته مثلا بعد 3-4 بار که میرم شاید مثلا اشتباه بزنم، چون مثلا زیادات رو عرض میرم خسته میشه دیگه آدم، مثلا بازی 2 دقیقه باید 10 بار بریم، مثلا توپ دستت باشه باید بریم، مثلا من 3-4 تا اولو میرم گلم میزنم دیگه، 5-6 که میرم دیگه گلم زدن دیگه همینطوری میزنم دیگه میره. قراره که ستاره هامون یک سری بازی جذاب انجام بدن، اما نه در استودیو تو زمین اصلی، بلکه اینجا بازی رایانه‌ای PS. بله خسته نباشی. مرسی. آماده ای؟ آقای دانیان بازی کردی حسابی؟ تمرین کردی؟ برنده ای بازنده ای مساوی میشی؟ سینا رو میبری. کجا رو میخوای برداری؟ پاریسو. آقای سینا تیم در چه حالیه؟ خوبه. سلام میرسونه. بله. خدا رو شکر. کدوم تیم هست حالا؟ حالا فعلا معلومه. بعضیا چون ادعا کردم و تو میخوای بهش بگی که نه اینطوری هم نیست، انتخابش اینطوری هم نیست، محمد رسا جان میگوشم چرا در حد نه دیگه تو زمین فوتبال تعویض کن هالندو بکش بیرون آلوارز پنالتی با بزنی به خدا با این دکمه بابا بیا دکمه رو بزن اوه بنده چیپ با دیگه سف سف شد آقا سف سف شد تو باید حرکت نمی کن آقا بینه درست کن Sprint'ın arvanı yazarım, öyle bir şey.
طب يا اخوان انا اول مره هاي لا مش على هاي الشاشه قراره که قرعه کشی یک چهارم نهایی رقابت های فوتبال مجازی رو با شما انجام بدیم. نفر اول طه محمدزاده. کی قراره با طه رقابت کنه؟ علی عباسی میگه منم. محمد جمال. اما محمد رضا شاهدلزاده. امیر محمد نظری نیا. رقابت های یک چهارم نهایی رو ببینید، ببینیم کدوم ستاره میرن نیمه نهایی. بله رسیدیم به نیمه نهایی مسابقات فوتبال مجازی بگیم دیگه ها، همون پی اس خودمون. بالاخره فینالیست های پی اس ما مشخص شدن. خواهش میکنم تشویقشون کنیم اول. بله آقا دانیال، آقا تاها اومدن به فینال. آقای کنگرانی کیا میگن که تاها اول میشه؟ اکثرا میگن دانیال با تیم پاریس سن ژرمن اول خواهد شد. دانیال یکی دیگه عجب فینال پرهیجانی بود. فینال انجام شد. اعلام کنیم به بیننده‌های عزیز هم که دانیال با تیم پاریس سن ژرمن قهرمان شده. شما هم تشویق کنید، خواهش می‌کنم. گفتین یه مرا معرفتی خرج کنی. بذار بچه‌ها دیگه ببرن لذت ببرن. یعنی من اگه بخواستم جدی بازی کنم اول بودم با اختلاف. تاهای دوست داشتنی واقعا اگه 5 سالی هم مونده بود تا آخر بازی می‌کردی. چون متنبه شد تشویقش کنید. کاملا واضحه. از طرف برنامه ستاره ساز توپ برنامه که قرار داوران هم امضا کنن دانیال عزیز تقدیم شما میشه به عنوان نفر اول رقابت‌های پی اس فصل 50 مسابقه بزرگ ستاره ساز. موفق باشید. بله عجب بازیایی بود، ما که کیف کردیم. امیدواریم که شما بیننده‌های عزیز هم لذت برده باشید. اومدیم سالن سنگ نبردی که یک جورایی ارتباط با فوتبال هم میتونه داشته باشه. حالا در مورد سنگ نبردی استاد شکوری برای ما بیشتر توضیح میدن، بعدا متوجه میشید که ورزش سنگ نبردی کجاها میتونه تو ورزش شما به شماها کمک کنه. استاد در خدمتتون هستیم. با سلام، خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم و امیدوارم که از این کلاس امروز که توضیحاتی که میخوام بدم بتونید
بهترین بهره رو ببرید. هماهنگی عصب عضله، بعضیا خیلی ضعیفن، بعضیا خوبن، بعضیا کندن، بعضیا تندن. این سنگنوردی باعث میشه عضلات کند انقباض شما هم به عضلات تند انقباض بپیونده و سرعت عمل و تصمیم گیری خوبی داشته باشید. مربی خوبمون محمد آقای طاهری اومدن. و خواهش میکنم واسه محمد آقای خیلی خوش اومدید. قربون شما، سلام عرض میکنم بچه ها، خسته نباشید. من اومدم داشتم این دیوار صخره نوردی رو نگاه میکردم بچه ها، مثل زندگی ورزشی شماست. من بخوام مرحله بندیش کنم، مرحله نسبتا سخت، مرحله سخت، مرحله بسیار سخت. یعنی شما هم هر پله‌ای که میرید بالا مطمئن باشید که کارتون خیلی سخت‌تر میشه. بهترین تصمیم گیری‌ها رو وقتی تو فشاری که اینجا داره بهتون میاد انجام میدین، یواشاش تو زندگی روزمره‌تون هم همینه. مضاف بر این که همونجوری که میدونید وقتی هماهنگی عصب عضله بالا میره، بخشی از مغز که همیشه ما رو نگهبان ما سبا میگه نکن این کارو خطرناکه نرو، یواش یواش عقب میشینه و اجازه میده ما کارهایی که احساس میکنیم درسته رو انجام بدیم. درسته خب انتخاب برای اینکه میخوای بری بالا، اول باید یه سری وسایل رو براش تجهیز کنیم. هارنسه که باید بپوشه و با کارابین ببندیم بهش و بره بالا به امید خدا. علی بعد بیا پایین، برو برو علی برو، ماشاءالله ماشاءالله علی برو، دقت کن جذب نده بذار بره. این بازیکن واقعا عمرش رو سپری می‌کنه. من علی عباسی دیدم که اونجوری از اون بالا افتاد با این بچه‌ها جیغ زدن، گفتم مواظب باش اینا، واقعا ترسیدم. سخت نوردی تجربه خیلی خوب بود، ولی خب دیگه وسطاش عضله پام داشت میگره. یه ذره که رفتم بالاتر دیگه دیدم نه داره میگیره، بعد پامم داشت میلرزید، خیلی بد گرفته پام، با همین گفتم بیام پایین بهتره. من روزا پیچیدی عباسم بود و حال نداشتم برم تام بود. کلن حال نداری که محمد جان، برای بعضی بچه‌ها جذابه. به خاطر جذابیتش نبود که، من که متوجه شدم تو چی گفتی. من الان همون حامد دادجیان میفرستم سراغه. تو داری با سیکه میرازی حامد دادجیان. ولی این برای جذابیتش نبود، این اثر مثبت داره رو عمل کرده پسر خود. حالا فعلا بند کفشاره ببند تا بعد با هم صحبت کنیم. اولین کاری که قرار انجام بدی اینه که وقتی میایین پای مسیر، گیره هایی که انتخاب کنین که میخواین برین بالا، همینطوری کلی نگاه نکنین و برین. انتخاب کنین از همین پایین گیره‌های خوب رو، بر اساس اون انتخاباتون برین و اگه احیاناً یه جایی این انتخابتون غلط بود، تصمیم خوب بگیرین یه گیره بهتر رو باز دوباره پیدا بکنید. بعد انرژیتون رو تقسیم کنید تا بتونید مسیر رو درست انتخاب کنید. ببین زمانی که انرژیتون خوب تقسیم نشه، خسته بشید، مغزم خوب فرمان نمیده. می‌خواستم برم اون بالا اون روستامونم از اونجا ببینم. رفتم رسیدم، فتح کردم اینجا رو. صبونه چی خوردی؟ صبونه والا چیز خاصه، خوردن لقمه پنیر خورد. لقمه پنیر یا نون پنیر چای شیرین مفصل؟ نون پنیر چای شیرین مفصل که برای تو میشه لقمه پنیر. تو اصلا زیر حلیم برای صبونه نیست. آره دیگه زیر کله پاشه. من فکر نمی کنم با این وضعیت تغذیه، اونم شناختی که من از تو دارم، بتونی اینو بری. برو ببینم چیکار میکنه. امیر وفازاده، آقا تاری داره شاکی میشه. وفازاده از همه احساس میکنه بهتر، اصلا از پاهاش هم کمک نمیگیره، فقط با دستاش میره. روستامون که میرفتیم، کوه که داشتیم، خیلی از این کارا، از این شرایط یه جوری خیلی پیش میومد. آقا من موز کم خوردم، آقا نتونستم تا بالا شدم. امیر محمد موز خوردی؟ بله بله. اون انبری کیو بود بابا؟ خب میرفتی یه گوشه تنها میخوردی، همه بچه ها دلشون خواسته. اگه احساس کردی واقعا نمیتونی بیا پایین. بیا بیا بسلام تصویرش کنید. آشالله آخرش که رسیدم بالا یکم ترسیدم، ولی نه از سریع اومدم پایین. حامد دیگه تموم شد، حامد بیا مسابقه داری برگر. کلن ما اونجا مثلا روستامون کلن کوهه. پدرم از اول بهم گفته وقتی مثلا کوه میری بالا هستم به پایین نگاه نکن، چون ترس میاره بالا. الان اونجا هم همون چیز شد، من اصلا تا بالا رفتم نگاه نکردم اونجا، چون نگاه کنی میترسی. بیا پایین دیگه تمام.
بزگوش چی؟ بزگوش نتونست بیاد چون با تو کل داره همیشه. اون چی شد؟ بزگوش میگه کار بچه هاست میان اینجا، خودش نمیتونه بره. هر کس نتونه بره میگه کار بچه هاست. بزگوش هم همون کارو کرد، گفت کار بچه هاست نره. نه ایمان، چون خودش میترسه. پس اون ترسید ولی تو نترس. باری کله خوش بیا. در خدمت شما هستیم با مسابقه بزرگ ستاره ساز. گروه هامون قرار که رقابت های خودشون رو ادامه بدن در حضور کارشناس ساوران عزیزی که در استودیو مسابقه بزرگ ستاره ساز حضور پیدا کردن. سلام بر آقای خداداد عزیزی. عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیز، همراهای عزیز، همکارای عزیز، خانواده های عزیز، بیننده های عزیز و همه عزیزا و حسین عزیز، خیلی مخلصیم. زنده باشید آقا خداداد عزیز، خیلی خوش اومدید. آقا رضا شاهرودی سلام بر شما. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما حضار محترم، بینندگان عزیز. حسین جان در خدمت. خدمت از ماست، خیلی خوش اومدید. آقا سهراب بختیاری رضا سلام علیکم. سلام حضار محترم، بیننده های عزیز و خوشحالم که اینجا. ما هم همینطور آقا سهراب دوست داشتنی. و آقا وحید شمسایی سلام بر شما. عرض ادب و احترام خدمت شما حضار محترم، دوستان عزیزم، انشالله که روزی خوبی باشه و بتونیم که با تمام وجود خدمت کنیم. انشالله امید به خدا. آقا خداداد عزیز، امروز قراره که گروه ها رقابت های خودشون رو ادامه بدن. امروز حسین جان تیم دوتا تیمی که دیروز باختن سوم چهارمی رو بازی میکنن، اون دوتا گروهی هم که بردن فینال رو بازی میکنن تا مشخص شه. در ضمن امروز ما آخرین امتیازاتمون رو به بچه ها میدیم تا جمع آرا رو بچه های کارگردانی انجام بدن و مشخص شه که 4 نفر از جمع ما جدا میشن و ما مرحله بعد با 12 نفر دوباره ادامه خواهیم داد. و اما تشکر کنم از آقا ایوب به خاطر دیروز، کاری نداره که دیروز تیماش عالی بود، همه رم برد. خیلی ممنون. خیلی عالی. آخرین فرصت هایی هستش که ستاره هامون پیش رو دارن، همه چی دست خودشونه. ببینیم که امروز کدوم ستاره ها میتونن جواز صعود به مرحله بعد رو به دست بیارن و کدوماشو متاسفانه باید از جمع ستاره ساز خارج بشن. بریم به استقبال رقابت های جذاب ستاره هامون با گزارش جذاب حسین رضایی. سومین بازی فوتبال دو در مقابل دو با دو یار کمکی در پشت خط دروازه ها قرار میگیرن و به تیم های خودشون کمک میکنن. تیم قرمز در مقابل تیم آبی قرار گرفته. باید ببینید که در این بازی چه نتیجه رقم خواهد خورد و کدام یک از این تیم ها میتونه پیروز میدان باشه. منتظر سوت آقای امجدی هستیم تا بازی آغاز بشه. تاها بهرادفر و ابوالفضل احمدی برای آبی ها توپ رو به جریان بازی میارن. در مقابلشون محمدرضا بزگوش و امیر محمد نظری نیاز. تاها بهرادفر پاسش برای گرژیان، کنترلی که انجام داد دقت خوبی رو نداشت و کیفیت لازم رو تو به نفع قرمسا به بیرون رفته. بزگوش پاسش برای نظری نیاز، یک و دو در مقابل دروازه، ضربه نهایی رو نزد بزگوش، توپ رو جمع کرد سپر بهرامی. حالا این سم آبی ها فرصت دارن در مقابل دروازه و پاس مهدی نظری که نرسید به بازیکن هم تیمی خودش. حسین علیپور پرتاب دستش برای نظری نیا، اونجا بدن میاد در مقابل تاها بهرادفر، پاس رو به جلو، موقعیت برای بازیکنان قرمز. اونجا شاهزاده پاس رو به عقب داد ولی توپو گرفتن آبی ها و حالا اونا فرصت دارن برای گرزنی. پاس به مقابل دروازه و تاها بهرادفری که فرصت گرزنی رو پیدا نکرد و مدافعان قرمز این اجازه رو بهش ندادن. بزگوش این با پاسش برای داجویان، موقعیت در مقابل دروازه، همکاری خوب داجویان و بزگوش نتیجه رو 1-0 میکنه به نفع تیم قرمز.
ابوالفضل احمدی صاحب توپ. میبره روی پای چپش خود ابوالفضل ضربهش به زاویه مخالف تو باسوبت به نظرینیا برگشت داده شد. در برگشت تا بهرادفر پا عوض میکنه کوتاه برای ابوالفضل احمدی، تغییر مسیر میبره به سمت راست، اونجا پاسش برای مهدی نظری برمیگردونه به خود ابوالفضل احمدی. یه لحظه روی توپش اثر گذاشت نظرینیا. بهرادفر از فاصله دور و از زاویه بسته میخواد دروازه رو باز بکنه که علیپور این اجازه رو بهش نمیده. بزکوش از یه بازیکن رد شده، پاسش رو میرسونه به نظرینیا. خوب دارن بازی میکنن بازیکنان قرمز در این بازی. پاس کوتاه رو به عقب نظرینیا، همکاریش با شاختل زاده، همکاری که فعلا ادامه داره بین این دو بازیکن. توپ رو نگه داشتن در سمت راست زمین. شاختل زاده پاسش به مقابل دروازه کوتاه برای محمد رضا بزکوش، ضربه فنیش که از بالای دروازه توپ به کورنر رفت. با برخورد به بازیکنان آبی توپ به بیرون رفته یا نه، آقای امجدی نظرش در اختیار داشتن توپ توسط بازیکنان آبی و طه بهرادفر، حرکت در عرضش و ضربه پای چپش که بی حاصله. خدا دادم لبخند بهش میگه که چه کاری رو انجام بده طه بهرادفر. نظرینیا پاسش به گوشه زمین، داجویا درون زمین به نظر توپ رو کنترل کرد. داور فعلا بازی رو ادامه داد و پاس به مقابل دروازه ضربه پای چپ بزگوش که کمچون بود، توپ درست رو پاش جفت جور نشد. نظرینیا اونجا داره میجنگه برای گرفتن توپ، ابوالفضل احمدی به روش خطا کرد. حسین علیپور توپ رو به جریان بازی میاره. نظرینیا پاسش برای داجویا، برمیگردونه به میانه زمین. باسم نظرینیا صاحب توپه، همکاریش با داجویا یه کنترل. بزگوش درخواست توپ داره میبینه و پاسم بهش ارسال میکنه. خود بزگوش صاحب توپ کوتاه با شاختل زاده در سمت راست. ایوب خان اصغرخانی هم لب خط داره صحبت میکنه و سوت پایان نیمه اول به صدا در میاد. فعلا نتیجه 1-0 به نفع تیم قرمز. چرا استاپ کردی؟ یه سوالی ازت بکنم. برو همونجا وایسا حامد. الان یار مگه جلو نیه؟ بیا اینجا وایسا. تو الان توپو دادی بون. بیا کنار. توپو دادی بون. بعد خودت چه درد می‌خوره اینجا خودت باش. خودتم برو دیگه. آلی باری کرد. باری کرد. ببین الان چقدر با منطق دارید حفظ می‌کنید دیگه. نفسم می‌گیری. وای نسی. نسبت به کسی که داره توپو صادر می‌کنه، نسبت به پوزیشن اون باید شما این تغییرات داشته باشید. بعد شما از این یارو نقطه کور دفاعی چرا استفاده نمی‌کنی؟ نگاه از اینجا میدی یه نشون میدی، خب یه نشون میدی بهش، این نگاهش با توه، یه یو میزنی میای پشت این میده بهت، میزنی تو گل. همه گلاتون رو همه روی این یکه زدید. شما میدونید فکر نمی‌کنید بابت کاراتون. حالا ابوالفضل مهدی از این حربه هم استفاده کنید، به اون چه میدید نشون بده که داری میری، بعد نرو یه یو بزن یا پشتش از این دو استفاده کن، چون این برات دست میده دیگه. بعدش هم افت به هم نریست که مربی سرمربی یه موقع سر داد تو فوتبال آقا فلان، بعد نباید به هم بریزی که باید کارت رو انجام بدی. چهار تا بازیکنم خدایی خیلی خوبیم و تمشون عالی هم. من بیشتر با حامد راحت تر میتونم بازی کنم. یعنی فکر می‌کنی پاسکاریت با حامد موفق‌تر از همه؟ آره، چون بازی قبلی هم با حامد بودیم، یار بودیم و با حامد بیشتر پاسکاری می‌کردیم و اون بازی رو هم همه رو بردیم. بیشتر با حامد پاسکاری میکنم. از اون دوتا واسه دو در مقابل یک شدن، واسه یک و دو کردن استفاده کنن. اون دوتا رو گذاشتن که شما ازش استفاده کنید دیگه. بعد اول فرد بریز بیرون خودتو دیگه بابا، تموم شد دیگه، خط میخوری یا بریز بیرون. استرس بری یک به یک بعد گیری بهش کن، شوت بزن، نفر بید اضافه بشید، برتری عددی ایجاد کنید دیگه. یه جای دیگه میرسه که باید یکی رو خط بزنن دیگه، پس اونو شما نباشید. برید باری کلا، برید. تو مصدوم شدی؟ من بله از زناهیه اینجونم بقیر مسیر داشت تو بازی؟ آره خیلی قبل بازی خیلی اسپره زدن، آقای دکتر اسپره زد
یکم سر شد و تونستم بازی کنم. برای من جفتش خوب بود. بازی‌های گروهی ما دو نفر بیشتر نبودیم. من بودم و امیر وفازاده که خدا شکر قهرمان هم شدیم. دو نفر بودیم، با تیمای چهار نفره بازی میکردیم و همه رو بردیم. تازه گروه ما امیرحسین فارسی و محمد جمال هم نبودن، یعنی اگه اونا میبودن دیگه هر تیم بالا 6 هفته میزدیم، خیلی قوی میشد گروهمون. پس گروهتون قوی تر از دیگران؟ آره، گروهمون از تیممون خیلی قوی تر، گروهمون از گروه های دیگه خیلی قوی تر بود. قهرمان هم شدیم با اینکه دو نفر بودیم، ولی گروهمون نسبت به تیممون به نظرم خیلی بهتره. بازی های تیمی داشتید که با رنگ لباستون بود، گروهیت برای جذاب تر بود یا تیمیتون؟ گروهی. از چه نظر؟ قوی تر بودیم. نقطه ضعفم این بود که مثلا مربیات مثلا بازیکن‌ها رو مثلا دو تا مثلا نیمه اول قویار می‌فرستادن تو، بعد نیمه دوم ضعیف‌ها می‌فرستادن که نیمه دوم گل‌های زیادی می‌خوردی. همه خوب بودن، بد نبودن، ولی ما برای کمی بد بازی کردیم. بینندگان جان، به قول استاد سال علا که هر جا هستن انشالله خوب و سلامت باشن، همیشه میگفتن بینندگان جان، ما هم به تحصیل از ایشون عرض میکنیم، بینندگان دوست داشتنی و خوب و جان مسابقه بزرگ ستاره ساز. در جریان گروه بندی هایی که هستی، خود این گروه ها با همدیگه یک تورنمنت رو برگزار کردن که بخش سومش رو تقدیم حضورتون کردیم، رقابتی که بین گروه 4 و گروه 1 برگزار شد که در نهایت این گروه 4 بود که عنوان سوم رو به خودش اختصاص داد. در قسمت بعد قراره که فینال این تورنمنت بین گروه دوم و سوم برگزار بشه. گروه سومی که دوتا مصدوم هم داشت، محمد جمال و امیر حسین فارسی، که امیدوارم که خیلی مصدومیتشون جدی نباشه و به رقابت ها برگردن. حالا محمد جمال طوری که ما الان دیدیمش خیلی جدی نیستش، ولی امیر حسین فارسی یکم نگران کننده است. بحث حضورش در ادامه رقابت‌ها، بازیکن بسیار خوب و با کیفیت که به غنای رقابت‌ها بسیار بسیار افزوده. در قسمت بعد این فینال برگزار خواهد شد، حتما خواهش می‌کنم که با روابط عمومی سازمان تماس بگیرید، ما رو از نظرات ارزشمند خودتون بهره‌مند کنید، خیلی به ما کمک می‌کنه. با شماره 162 تماس بگیرید، ما رو در جریان نظراتتون بگذارید و اگر می‌خواید بخش‌های مختلف برنامه رو هم ببینید میتونید به تلویزیون بیان مراجعه کنید، قسمت‌های مختلف، بخش‌های مختلف در اونجا بارگذاری شده. یک قرار همیشگی با هممون، به خصوص شما ستاره‌های عزیز که خیلی دارید زحمت می‌کشید که آینده درخشانی داشته باشید. در کنار همه زحماتتون همیشه در همه حال در همه جا برای پدر و مادرتون آدمای کار درستی باشید، تا در شرایط سخت همیشه در همه حال در همه جا خدا کاراتون رو درست کنه. شب و روزگارتون خوش. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.